سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این جلسه از آموزش میخوایم که تست سلامت انواع خازنها رو اگر زمانی که اوهمتر دیجیتالی نداشتین و یا مولتیمتر دیجیتالی نداشتین و تنها از این اوهمترهای عقربه‌ای داشتین، میخوایم توسط این اوهمتر بهتون بگم که چجوری میتونید تست سلامت خازن رو شما متوجه بشین. تنها کاری که میکنید برای این کار این استش که ابتدا میایین مولتیمترتون روی حالت اوه میذارین. من اینجا زب در 1K گذاشتمش و کار بعدی که انجام میده این هستش که میایید خازنتون رو دو تا سرش رو دشارژ میکنید به این شکل. توسط یه پیشگوشی دشارژ میکنید. حالا اگر دو سر پرامو با هم دیگه بزنم، ببینید عقربه حرکت میکنه، میره بالا برمیگرده. اگر که میخوایم تست بکنیم خازن رو، باید این دو سر پراب رو بعد از اینکه خازن رو با پیشگوشی دشارژ کردین وصل بکنیم به این دو تا پراب. اون موقع باید عقربه به سمت بالا بره و مجدداً برگرده به سمت پایین. اگر که این اتفاق افتاد، خازنتون سالم هست. در غیر این صورت خازنتون معیوب هست. حالا تست میکنیم، نگاه کنید سالمه. ببینید یه بار دیگه ابتدا دشارژ، بعد تست میکنیم. ببین تقریبا تا عدد 8 رفت، مجددا برگشت به سمت پایین. حالا بریم خازن بعدی رو تست میکنیم. خازن بعدی اینم دشارژش میکنیم، نگاه کنید اینم تقریبا تا این عدد 6 رفت. خازن اول تا عدد 8 رفت بالا، خازن دوم تا عدد 6 رفت بالا. دیدین دوستان؟ حالا میریم بعدی. برای این خازن دشارژش میکنیم. ابتدا دشارژش کردیم، حالا میزنیم. ببینید خیلی کم رفت بالا، یه مقدار کم رفت بالا، مجددا برگشت. خب ما متوجه شدیم که خازنهای ما حالا سالم هستش. حالا من یه سوال دارم از شما، چرا برای این خازن عقربه بیشتر رفت بالا، مجددا برگشت؟ برای این یکی تا وسط رفت، ولی برای این خازن کوچیکه تا مقدار خیلی کمی رفت و مجددا برگشت. دوست دارم که نظر خودتون رو تو قسمت کامنت ها بذارین. هر سوالی هم که داشتین میتونید ازم بپرسین. خیلی مخلصم.